سلام، من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با اینکه آیا خودارضایی در تقابل با سلامت روحی و جسمی فرد قرار داره یا نه با شما صحبت بکنم. برخلاف باور عمومی، خودارضایی در نفس خود هیچ گونه تأثیرات منفی و مخالف سلامت جسمی و روحی نداره. به عبارت دیگه، خودارضایی یک فعالیت جنسی سالم و طبیعیه که افراد هر دو جنسیت میتونن از اون بهره ببرن. در واقع خودارضایی به شکل‌های مختلفی میتونه به سلامت فرد کمک بکنه، از جنبه‌های جسمی گرفته تا جنبه‌های روانی و عاطفی هیجانی. تاکنون هیچ گونه مدارک و شواهد پزشکی علیه خودارضایی به دست نیومده. انجمن پزشکی آمریکا در کتاب Human Sexuality خودارضایی رو یک پدیده نرمال و طبیعی تعریف میکنه. تحقیقات آزمایشگاهی که در دهه‌های اخیر صورت گرفته، شایعات بسیاری رو که در ارتباط با خودارضایی متداوله باطل کرده. مواردی نظیر رشد مو در کف دست، جنون و دیوانگی، یا اینکه خودارضایی انرژی بسیار زیادی رو از بدن خارج میکنه، یا اینکه باعث ضعف چشم و مسائل دیگه میشه، کاملا رد شده. با این وجود بسیاری از مردم به دلیل وجود همین شایعات بعد از خودارضایی احساس ناراحتی میکنن. این احساسات منفی و به طور کلی احساسات منفی در ارتباط با هر نوع رفتار میتونه سلامتی و شادابی فرد رو مخدوش بکنه. به عبارت دقیق تر، این شایعات و باورهای نادرست باعث میشن تا فرد به هنگام خودارضایی دچار استرس و ناراحتی بشه. در واقع این استرس و ناراحتی به همراه انرژی فراوانی که صرف بازداری خیشتن از مبادرت به این عمل میشه، عواملیه که فرد رو در دراز مدت دچار مشکلات روحی و حتی جسمی میکنه.